خانم دکتر، دلارا خانم همسر آقا آدم اومدن اینجا، میخوان شما رو ببینن، میگن ضروریه. بله چشم، میفرستمشون داخل. خیلی خوش شانسین، الان بین دوتا مریض یکم وقت خالی دارن، گفتن میتونین برین پیششون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنونم. خوش اومدین. سلام، من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، سوالمو میپرسم و میرم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ بفرمایید. آدم بران، همسرم، یه مدتی برای درمان میاد پیش شما. راستش روزای اول یکم حالش بهتر بود، ولی به مرور زمان به نظر من هیچ تغییری تو رفتارش ایجاد نشده. کاری از دست من برمیاد، یعنی چه میدونم، یعنی میتونم به عنوان همسر بیمارتون یواشکی باهاتون صحبت کنم؟ چرا یواشکی؟ دلارا، من این اسمو خوب یادمه، ولی هیچ وقت با خودش صحبت نکردم. یعنی چی؟ من همیشه براش وقت میگیرم. بله درست میگین، وقت ملاقات گرفته میشه، پولشم پرداخت میشه، ولی خودشون هیچ وقت نیومدن. البته یه بار اومدن مطب، ولی تو اتاق من نیومدن. منشی من خیلی تلاش کرد بهشون زنگ بزنه، ولی موفق نشد. منم دوست دارم ببینمشون. فکر کنم شما همسرتونو برای درمان تشویق کردین، درست میگم؟ بله، ولی خودشم قبول کرد، یعنی خودشم میدونه نمیتونه خشمشو کنترل کنه. میخواین یکم بشینی؟ خیلی ببخشید، من خیلی به هم ریختم، معذرت میخوام. ببخشید. فکر میکنم از این که همسرتون برای درمان نیومده ناراحت شدین. میخواین یکم صحبت کنیم؟ دلارا خانم، بعضی وقتا بهترین راه برای کمک کردن به طرف مقابلمون کمک کردن به خودمونه، میفهمی؟ ولی من مشکلی ندارم، آدم مشکل داره، میدونین؟ خب اون خیلی دورانه کودکی سختی داشته، میدونم، همیشه کتک خورده، اون منو خیلی دوست داره، اما وقتی عصبانی میشه انگار یادم دیگه از اون میاد بیرون. تا جایی که فهمیدم تو رابطتون گاهی اتفاقای سختی براتون میافته، از ضرب و شتم گفتین، این برای شما هم اتفاق افتاده؟ یه بار، ولی در اصل به شرط اینکه درمان بشه قبول کردم باهاش آشتی کنم. منم اومده بودم ببینم چقدر پیشرفت داشته، بی خودی وقت شما رو هم گرفتم. نه وقتمو نگرفتین، کنجکاو بودم که ببینم اتون. اگه خواستین بازم بیاین، من اینجا، حتی اگه خواستین با همسرتون بیاین باشه. دلارا خانم، مشخصه که شما به رابطتون اهمیت میدین، درسته؟ به فکر این که همسرتون میاد اینجا یا نه هستین،
به فکر این که درمان براش مفید بوده یا نه هستین؟ درست نمیگم؟ دلتون میخواد تو رابطه‌ای که توش کتک خوردین همچنان بمونیم؟ دلتون میخواد ادامش بدین؟ شاید بخواین در مورد دلایل خواستتون بیشتر بدونین. شایدم بخواین راجع به این رابطه بیشتر فکر کنین. خوش اومدی پسرم. تو چرا سر پایی؟ خسته شدم از بس نشستم، گفتم یکم راه برم پسرم. آه تو چطوری؟ خوبم. دلارا کجاست؟ نیومده؟ هنوز نیومده. مشکلی پیش اومده؟ نه چیزی نیست. شب بخیر. این دوباره چه شده پسرم؟ چیزی نیست مامان، الان حلش میکنم، تو برو استراحت کن. عشقم من امروز رفته بودم پیش دکترت. جدی؟ یه دفعه نرفتی پیشش، این همه مدت داری گولم میزنی. منم مثل احمقا خوشحال بودم که تو این مدت کم چقدر حالت بهتر شده. من چیزه؟ من خوبم. جدن؟ جدن خوب شدم دیگه. امروزم که چیزی نگفتم. گفتم یکم عصبانیم، بهم گیر نده. خب اگه وقتی عصبانی میشم منو به حال خودم بذاری، خب مشکلی پیش نمیاد. خب این طبیعیه. خب ببین، هر کسی ممکنه اینقدر عصبانی بشه، مگه نه؟ تو دوتا راه داری، یا از فردا صبح میری دکتره تو درمان تو شروع میکنی، منم باهات میام که مطمئن بشم رفتی پیشش آدم، یا اینکه درخواست طلاقمو میدم به وکیلم.